به نام خدا نعمتی هستم و با آموزش معرفی رشته دانشگاهی مکانیک بیوسیستم در بخش اول معرفی رشته و مسیر تحصیلی از مجموعه فرادرس در خدمت شما دوستان عزیز هستم در ابتدا میخوایم یک تعریف و یک معرفی کلی از رشته مکانیک بیوسیستم داشته باشیم رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم که با عنوان بیوسیستم انجینیرینگ در دانشگاه های کشور در مقاطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکترا تدریس میشه مجموعه از علوم و فنون مربوط به ماشینه کشاورزی سامانه های انرژی های تجرید و تولید مکانیزه مواد غذایی هست منظور از ماشین کشاورزی انواع ماشینهای خاکورزی کاش داشت برداشت و پس از برداشت ماشین کشاورزی رو شامل میشه سامانه های انرژی های تجدید کاربرد و استفاده از انرژی های نو در بخش کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی هستش و تولید مکانیزه مواد غذایی مربوط به بحث پست هاروست یا بحث پس از برداشت روی محصولات کشاورزی هستش که معمولاً به صورت کنسرو شده و محصولات بسته‌بندی شده در اختیار مشتریان قرار میگیره. هدف از رشته مهندسی مکانیک بیو سیستم تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد هستش به منظور انجام امور فنی مرتبط با کشاورزی که این امور فنی که مرتبط با کشاورزی است شامل طراحی و تولید ماشین کشاورزی بحث بررسی سازگاری ماشین های وارداتی بحث آموزش امور فنی به تعمیرکاران و به کارگیری انرژی های نو هستش یعنی اون نیروی انسانی متخصص قراره که یکی از این کارها و امور فنی رو در اون مجموعی که هست بر عهده بگیره و در این حوزه تخصص پیدا کنه و کارها رو به پیش ببره. رشته مکانیک بیو سیستم در دبیرستان باید دانشجویانی که دبیرستان رشته ریاضی فیزیک رو خوندن در کنکور رشته ریاضی فیزیک شرکت کنند. دروس تخصصی که برای کنکور میاد ریاضی، فیزیک و شیمی رو که دارای به 12، 9 و 7 هستش با درصد بالایی بگذرونن و بتونن در کنکور روی این سه درس بیشتر کار کنن و بیشتر برنامه ریزی کنن در صورتی که میخوان در رشته مکانیک گرایش بیو سیستم تحصیل کنن حتما باید دانش ریاضی و فیزیکشون رو بخصوص بحث محاسبات ارتقا بدن بنابراین برای بچه رشته ریاضی فیزیک توصیه میکنیم که حتما روی این دروس با این ذراعه کار کنن و برنامه ریزی که انشالله بتونن گرایش مکانیک بیوسیستم سیستم رو و رشته مکانیک بیوسیستم رو در دانشگاه قبول بشن. پس از قبولی در دانشگاه یک سری دروس در مقطع کارشناسی به اینها آموزش داده میشه. ریاضیات که شامل ریاضیات یک، دو و ریاضیات مهندسی هستش، معاونت مساله یک و دو، ماشنین کشاورزی، درس تخصصی موتور و تراکتور و دروس عمومی زبان عمومی و همچنین زبان تخصصی اینها از دروس اصلی در رشته مکانیک بیو سیستم در مقطع کارشناسی هستند که در صورتی که برنامه ریزی برای مقطع کارشناسی ارشد هم دارد باید روی این دروس بیشتر کار کنند چون دروسی که برای کنکور کارشناسی ارشد میاد از این شیش درس در مقطع کارشناسی سوالات کارشناسی ارشد ترک میشه بنابراین این شیش درس به عنوان دروس تخصصی و اصلی برای کنکور کارشناسی ارشد هستش که باید حتما فارغ و تحصیلان رشته مکانیک بیوسیستم و دانشجویان در ابتدا روی این دروس برنامه ریزی های مفید و اصلی رو داشته باشن. رشته مکانیک بیوسیستم دارای سه گرایش در دانشگاه های دولتی هستش. گرایش اول مهندسی مکانیک بیو سیستم با گرایش طراحی ماشینالات کشاورزی هستش. که بحث طراحی و ساخت و تولید ماشینالات مثل تراکتورها، ها و ادوات دنبال بند هست بحث انرژی های تجدید پذیر استفاده از انواع انرژی های پاک و نو مثل انرژی خورشید، انرژی باد، انرژی بیومس و انرژی های سبز در حوزه کشاورزی برای تأمین انرژی و نیروی لازم برای کار هست بحث گرایش فناوری پس از برداشت معمولا در کارخانجات صنعتی برای تولید بندی خوش کردن محصولات کشاورزی کاربرد داره و دوستانی که میخوان در کارخونجات صنعتی به خصوص در بحث تولید و بندی محصولات کشاورزی کار کنند و در این زمینه علاقمند هستند حتما باید گرایش فناوری پس از برداشت رو در مقطع کارشناسی انتخاب کنند که بتونن در این رشته موفق باشند رشته مکانیک بیوسیستم یک رشته بین رشته ای هست در اصطلاح یعنی ترکیبی از مکانیک و کشاورزی هستش بنابراین دانشجویان این رشته یک سری دروس مهندسی مکانیک رو در دانشگاه خواهند داشت و یک سری دروس در گروه کشاورزی از دروس مهندسی مکانیک، استاتیک، معامل مساله، ترویج ماشین، نقشه کشی صنعتی، ترمودینامیک مکانیک سریالات، اینها دروس تخصصی هستند که برای موفقیت در تحصیل حتما باید روی این دروس بیشتر کار کنند. همچنین دروس گروه کشاورزی شامل زراعت عمومی، باغبانی عمومی، ماشینه کشاورزی عمومی، ماشینهای خاکفرزی، ماشینهای کاشت، ماشینهای داشت و ماشینهای برداشت و دروس از این دست جز دروس گروه کشاورزی حساب میشه بنابراین برای موفقیت در تحصیل هم نگاه مکانیکی باید داشته باشن به رشته هم نگاه کشاورزی در اصل رشته مکانیک بیوسیستم استفاده از علوم و ماشینالات و بحث مکانیک در کشاورزی هستش که این تعریفی استش از مکانیک بیوسیستم که برای دانشجویانی که علاقمند به این رشته هستند باید این دید و نگرش رو نسبت به رشته داشته باشند در گام بعدی یادگیری پس از اینکه دانش آموزان در کنکور موفق شدند و دانشجوی این رشته شدند حتما آموزش های مقامات مسالی یک و دو بحث مرور و حل مسئله رو از مجموعه فرادرس و همچنین آموزش ماشنه کشاورزی عمومی رو باید فرا بگیرن که انشالله بتونن در این رشته موفق باشن و هم دروس رو با نمره بالا پاس کنن و همین که بتونن در کنکور کارشناسی ارشد موفق باشن. در ادامه بحث آموزش معرفی رشته دانشگاهی مکانیک بیوسیستم میخوایم راجع به مسیرهای ادامه تحصیل و مهاجرت در این رشته مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنیم. هدف از مقاطع تحصیلات تکمیلی و به خصوص مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک بیو سیستم تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص و متحد به منظور انجام امور فنی مرتبط با بحث کشاورزی هستش و این مهمترین و اصلی ترین هدف در بحث مقطع کارشناسی ارشد و تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان مهندسی مکانیک بیو سیستم است. متن کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم طبق آنچه که در دفترچه سال 1402 آورده شده در چهار گرایش طراحی و ساخت انرژی های تجدید فناوری پس از برداشت و یک گرایش جدید به اسم مهندسی گلخانه ارائه شده یعنی دوستانی که فارغ تحصیل این رشته هستند برای مقطع کارشناسی ارشد میتونند یکی از سه گرایش طراحی و ساخت ماشین کشاورزی، بحث انرژی های در کشاورزی، فناوری پس از برداشت محصولات کشاورزی و بحث مهندسی گلخانه که مرتبط با امور فنی در بحث گلخانه هستش رو به عنوان گرایش مقطع کارشناسی ارشد انتخاب کنید.